قبل از هر چیز جا داره که با تمام وجود خودم از پدر آسمانی تشکر کنم برای فرصت‌هایی که تدارک می‌بینه در این وضعیت که قوم خودش دور هم جمع شن، او رو بستاین، کلام پاک و مطهر او رو بشنون و تا اینکه از تمام اینا مبارکتر و برکت یافته تر باشد. باشه که بقیه لحظات روز ما هم با حضور زنده او مبارکتر و برکت یافته تر باشه. امروز میخوایم با همدیگه اگه موافق باشین با قوت روح خدا کمر دلهای خودمونو ببندیم و یه سفر کوتاه بریم کجا؟ به آسمان، منزلگاه ابدی خودمون. یه سری اونجا بزنیم. موافق هستین؟ هرچند کوتاه عزیزان، خیلی کوتاه، خیلی زمان ما محدوده، ولی کمک میکنه. این پیام خیلی میتونه به ما کمک کنه که ذهنای ما کمی از این شرارتهای فزاینده که در جهان روز به روز داره بیشتر میشه خالی بشه و تفکر ما، ذهن ما انباشته تر از آسمان باشه، از اون خانه ابدی، جایی که روزی اونجا در اون ساحل زیبا همجور که اون سرود اول خوندیم همدیگر رو ملاقات میکنیم. تفکر به آسمان، در آسمان، خیلی برای تک تک ما مسیحیان مفیده عزیزان. اصلا نه تنها مفیده، بلکه میتونم بگم یکی از وظایف مهم فرد مسیحیه. تفکر در آسمان، چش دوختن به آسمان عزیزان، یه نوع گریز از واقعیت نیست، یه نوع خیال خام نیست. و این به این معنا نیست که ما جهان کنونی رو، برکات هایی که در این زمین خداست، رها کنیم، به فراموشی بسپاریم و تارک دنیا بشیم، فقط صبح تا شب بشینیم به آسمان فکر کنیم. نه، وقتی ما در آسمان تفکر میکنیم، بازتاب تفکر ما، چشدوختن ما به آسمان باعث میشه که تک تک ما به عنوان کلیسا در جهان تاثیرگذارتر بشیم، به عنوان ذریت مقدس، عروسانی که قرار آماده بشن. عزیزان چند وقت داریم میشنویم باکرهای دانا، ما هوشیارتر و بیدارتر باشیم. تعمق در آسمان، تفکر در آسمان خدا باعث میشه که مذبح‌های دعای ما برپا بشه و اون قربانی‌های مقبول خدا روی اون نهاده بشه و همینطور باعث میشه که من و تو به هویت راستین خودمون که با ارزشترین اوناست، سفیران مسیح، به اونجا برسیم. سفیر مسیحی که خوانده شده با اشتیاق انجیل خداوندش رو به دنیا اعلام کنه. وقتی تاریخ کلیسا رو مطالعه میکنیم، میبینیم که مسیحیانی که بیشترین خدمات رو در این جهان انجام دادن، کسانی بودن که بیشترین توجه رو به آسمان داشتن. در اعمال رسولان میبینیم رسولان با چشدوختن به آسمان بود که امپراتوری روم رو در مسیر پذیرش ایمان مسیحی قرار دادن. مردان بزرگی بودند که با چشدوختن به آسمان قرون وسطا رو پایگذاری کردن. مسیحیانی بودند که قانون مخوف بردهداری رو از روی زمین ریشه‌کن کردن، لغو کردن. چطور؟ تأثیر اونا فقط بر جهان و این همه خدماتی که انجام دادن به خاطر این بود که ذهنشون به آسمان مشغول بود. از زمانی که مسیحیان از فکر کردن به آسمان باز ایستادن، چنین بی اثر شدن، چنین افکار مسیحیان پر از خودگویی های منفی شد. ما نمیخوایم هرگز مواهب دنیا رو نادیده بگیریم. ما نمیخوایم زمین نیکوی خدا رو چشم‌پوشی کنیم. ولی از سوی دیگه عزیزان، باید متوجه باشیم هر چیزی که روی این دنیا، هر لذت، هر خوشی، هر ارزش الهی، نسخه و انعکاس فقط قسمتی از آسمانه و ما باید به عنوان مسیحیان اشتیاق به آسمان و اون امید مبارک، اون امید بیفساد، اون امید ناپژمرده رو در خودمون زنده نگه داریم.
نباید بذاریم زیر برف دفن بشه. تصور کن اگه بخوای چند هفته بری توی کشوری، بری تعطیلات، چقدر ممکنه که از اون جایی که میخوای بری اونجا فقط چند روزی رو اونجا باشی اطلاعات کسب کنی در مورد مکان او، در مورد شاید اشخاصی که اونجا هستن، فرهنگ او، اطلاعاتی کسب کنی. درسته؟ ما خودمون با پاستور وقتی میخوایم بریم تعطیلات این کار رو میکنیم. چقدر بیشتر عزیزان باید برای مکان ابدیمون اهمیت و ارزش قائل باشیم و جد و جهد کنیم که خصوصیت این مکان رو درک کنیم، بفهمیم. برای بسیاری از ما تمرکز در مورد آسمان خیلی دشواره، شاید به این دلیله که تعلیم صحیح ندیدیم در مورد آسمان، شاید به این دلیله وقتی وجود ما یک خوشی، یک علاقه از آسمان پدیدار میشه که هست در وجود ما، اصلا تشخیص نمیدیم این حس مال آسمانه. خود خداوند ما در کتاب جامعه باب 3 آیه 11 میگه من ابدیت رو در دلهای شما نهادم. دل ما انسانها رو عزیزان خداوند اینطور خلق کرده با اشتیاق به درک ابدیت. خالق بی نظیر ما، خالق بی همتای ما در قلب ما باور به ابدیت رو گذاشته. من سعی میکنم در این لحظه با یه قصه خیلی کودکانه این حقیقت عالی رو کمی برای خودمون باز کنم. حاضر هستی؟ در یک روز پاییزی یک کلاغ به یه پرستوی خیلی جوان که چند هفته بیشتر از عمرش نگذشته بود شروع میکنه به صحبت کردن. کلاغ از پرستو میپرسه، میگه دارم میبینم در حال آماده شدن هستی، میخوای بری یه جای دور، کجا به سلامتی؟ پرستو میگه اینجا هوا خیلی سرده، من از سرما یخ میزنم و میمیرم و دارم آماده میشم که به یه جای گرم پرواز کنم. کلاغ با نیش و کنایه به اون میگه به خودت نگاه کن، چند ماهی بیشتر از عمرت نگذشته، از کجا میدونی که سرزمین گرم وجود داره و تو در امان میمونی؟ پرستو میگه اون کسی که تمایل به سرزمین گرم رو در قلب من گذاشته، اون کسی که نیاز به اون جای گرم رو در قلب من گذاشته، من به او اعتماد میکنم، اون منو هدایت میکنه تا به اونجا برسم. به این ترتیب پرستو به آنچه که میخواست رسید. عزیزان چی من میخوام بگم؟ چی این داستان میخواد به ما بگه؟ اگه در خودت نیازی احساس میکنی، تمنا و آرزویی داری که در این جهان ارضا نمیشه، با تمام دستاوردهایی که به دست آوردی، تنها پاسخ محتمل اینه که تو برای جهانی دیگه آفریده شدی عزیزان و هرگز هیچ لذتی، هیچ دستاوردی نمیتونه اون خلای تو، اول یه ذره سرگرمتون میکنه، اول خوشحال میشیم، ولی همه چی عادی میشه عزیزان. و تنها کاری که میکنه این دستاوردا اون نیاز اصلی رو در ما برمیانگیزانه. در ادیان مختلف، مکاتب مختلف برای ابدیت تعاریف خیلی زیادی شده عزیزان، اما هیچ کس نتونسته و نمیتونه آسمان رو برای ما تعریف کنه. هیچ کس نمیتونه برای ما چیزهایی که پس از مرگ برای ما به وجود میاد ترسیم کنه. عزیزان تنها یک نفره، یک نفر که منحصر به فرده، یک نفر که بی همتاست، او عیسی مسیح خداونده که گفت من راه و راستی هستم. امروز میخوایم از زاویه دید او، از طریق کلام او، کمی از این حقایق منزلگاه ابدی ما که روز یک ابدیت در اون زندگی میکنیم آشنا بشیم. اول قرنتیان باب 2 آیه 9 عزیزان ما رو با یک دنیای فراتر از زمان، فراتر از مکان، فراتر از تمام زیبایی ها و ارزش هایی که در این جهان وجود داره روبرو میکنه.
میگه خداوند برای دوستداران خودش چیزهای مهیا کرده، آماده کرده که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به ذهنی خطور کرده. باور میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی اگه مالک تمام گنجینه ها و ثروت های دنیا باشی، اگه پر از افتخار و منزلت باشی، ولی زندگی عیسی، حیات عیسی به وسیله تولد تازه در تو جاری نشده باشه، عزیزان، هم در این دنیا پر از خالی بودنی، هم آسمان و تدارک عالی او رو از دست دادی. عبرانیان باب 11 آیه 16 خیلی زیبا به این اشاره میکنه، میگه چرا که این دنیا خانه ابدی ما نیست، ما مشتاق سرزمینی نیکوتر هستیم، ما مثل زائرین غریبه، مثل رهگذرانی که فقط هستیم و گاهی نیستیم، داریم در این دنیا فقط عبور میکنیم. منزلگاه اصلی و ابدی ما آسمانه. برای همین انجیل خداوند ما عیسی مسیح حاوی یک خبر بی نهایت خوشه برای کسانی که نجات عیسی مسیح رو از آن خودشون کردن. خیلی زیبا در متی باب 7 آیه 13 به اون اشاره میکنه، این خبر عالی رو انگار در تمام کائنات به وسیله این کلام اعلام میکنه، یه کسانی که از در تنگ داخل شوند، کسانی که به وسیله نجات عیسی مسیح داخل شوند، دریه که به حیات ابدی، به اون منزلگاه آسمان، وطن آسمانی ما منتهی خواهد شد. و در جمله خیلی غم انگیز میگه ولی یابندگان آن چقدر کمن. عزیزان، همینطور انجیل خداوند ما حاوی یک خبری بی نهایت دردناک و تأسف باره، و این کسایی که دعوت بلند خدا رو شنیدن رد کردن، و این کسایی که دعوت خدا رو شنیدن ولی بی تفاوت از کنار او عبور کردن. در متی باب 7 همون آیه 13 دوباره به این اشاره میکنه، برای کسانی که راه فراغ و وسیع دنیا رو انتخاب کردن، میگه این راه منتهی به هلاکته، به جهنمه. و چقدر متاسفانه دردآوره که یابندگان آن چه بسیارن. عزیزان، فقط در آلمان آمار گرفتن که 5% افراد حقیقتاً تولد تازه دارن. یعنی چی عزیزان؟ یعنی 95% از انسانها تومه جهنم میشن، به جای رفتن به آسمان به طرف هلاکت و جهنم در حرکت هستن. اما خدا انقدر جهان رو محبت نمود تا هر که که به او ایمان آورد عزیزان، هلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد. هر انسانی در سراسر جهان دعوت شده تا شهروند آسمان بشه، شهروند ابدی پادشاهی آسمان بشه. اگه ما به سخنان عیسی و بیانیه‌های پرشکوه او و مثل‌های انکارناپذیر او یک کمی فکر کنیم عزیزان، بلافاصله یکی از جنبه‌های خیلی مهم رو در اون پیدا می‌کنیم. او همیشه همواره حامل پیام نجات بود، حامل پیام آسمان بود. توبه کنین، اولین موعظه‌اش، توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده. و چقدر زیبا داره پادشاهی خدا رو در قسمت‌های مختلف ترسیم می‌کنه، زیرا پادشاهی خدا مثل گنجی مخفی شده در دل زمینه که شخصی او رو پیدا می‌کنه، از خوشی و ذوقی که پیدا کرده این گنج رو تمام مایملک خودش رو از دست میده تا فقط این گنج رو به دست بیاره. عزیزان، در جای دیگه در متی باب 22 آیه 2-3 میگه پادشاهی آسمان مثل شاهی است که برای پسر خود یه جشن عروسی میگیره و خادمان خود رو میفرسته تا دعوت شدگان رو به جشن دعوت کنه. ولی با درد دارم میگم، چون تو این کلام نوشته ولی آنها نخواستن که بیایند، نخواستن. عزیزان،
و پاسخ به این دعوت سرنوشت ساز چقدر ویرانگره، چقدر کوتاه بینانه است. یکی میگه گاوی به تازگی خریدم، یکی دیگه میگه مزرعه‌ای خریدم مشغولم ببخشین، یکی دیگه میگه با زنی ازدواج کردم نمیتونم بیام. عزیزان اگه درهای آسمان به روی سیل انسانهای بیشماری بسته بشه، به خاطر این نیست که اونا راه درست و تشخیص ندادن، فقط به خاطر رد دعوت آسمانه. شاید رد دعوت آسمان به این دلیل عزیزان که ما جدی نگرفتیم آسمانو. شاید ضرورت نجات رو با تمام پیام هایی که از رسانه ها میشنویم جدی نگرفتیم، چون باورمون نمیشه عاقبت کسی که عیسی مسیح خداوند رو نداره هلاکت ابدیه. شاید آسمان و مفاهیم آسمان رو نمیتونیم درست درک کنیم، چون جدی نگرفتیم هلاکت ابدی رو. چه راحت عزیزترین کسامونو که موقع چقدر احساسات خرجشون میدیم، راحت بدون اینکه مژده انجیل رو بدیم میذاریم از جلوی ما عبور کنن به طرف هلاکت برن. چرا؟ چون باورمون نمیشه که جهنمی وجود داره. میخوام چند تا مثال از زندگی زمینی خودمون براتون بگم عزیزان، شاید یک کمی جهنم براتون ملموستر باشه که هست، حقیقت مطلقه. زمانی که کسی زندگی مشترک بدی داره، پر از تنشه، پر از ناهماهنگیه، پر از درد و جر و بسه، عزیزان همیشه به عنوان جهنم از او یاد میکنه، درسته یا نه؟ زمانی که یک تیم تحقیقاتی در جنگل‌های آمازون به پشه‌های خیلی زیادی در حمله پشه‌ها قرار گرفتن و به مالاریای خیلی سختی مبتلا شدن، همیشه از اون به عنوان جهنم یاد می‌کنن. زمانی که یک مسیحی به نام ریچارد ومرات به خاطر یهودیان در رابطه با یهودیان 10 سال در 10 متری زمین، 10 سال بدون اینکه رنگ آفتاب رو ببینه در یک سلول انفرادی زندان بود، همیشه از اون به عنوان جهنم یاد میکنه. آنچه که در حوزه حکومت نازی بر سر یهودیان گذشت، هنوز که هنوز حتی فیلم های از اون جهنم رو برای ما تداعی میکنه. غرق شدن کشتی تایتانیک، 1944 نفر، 45 نفر که در عیش و نوش بودن، در بیخبری بودن، در یک آن غرق شدن. در اون صحنه هایی که در فیلم میبینیم فقط جهنم رو میشه دید عزیزان. حمله تروریستی به مرکز تجارتی نیویورک چی رو به یاد ما میاره؟ جهنم رو عزیزان. این لیست میتونه ادامه داشته باشه، ولی تمامی حوادث بیرحمانه در نهایت در این دنیا ختم میشه، تموم میشه. در یک زمانی به وجود اومده، حادثه شروع شده، در یک زمانی به اتمام میرسه. اما تمامی حوادث وحشتناک عزیزان، دردناک، با وحشت جهنم هرگز قابل مقایسه نبود و نیست. در اونجا دردی بی انتها وجود داره، هیچ نشانه ای از امید وجود نداره، هیچ نشانه ای از توقف ابدیت عذاب وجود نداره. خدایی در آنجا نیست عزیزان. و همین که انسان آگاه میشه از عدم حضور خدا، افسردگی شدید و عمیق انسان رو در بر میگیره و گریه های بی پایان و فشار دندان رو در بر میگیره. در جهنم هیچ دوستی وجود نداره، چون تمامی دوستی ها از خوبی های زندگی هستن. در جهنم هیچ خیر و نیکویی وجود نداره، چون خدا که سرچشمه و مظهر خیر و خوبیه در اونجا وجود نداره. در اونجا کوچکترین جرقه ای از محبت وجود نداره، چون خدای محبت اونجا نیست. حتی عزیزان
انسان هایی که در زندگی دنیوی خودپرست، خودشیفته، خودمرکز و خود دلسوز هستند، در آنجا از خودشون متنفر خواهند شد، چون تمامی عواطف، حتی عواطفی ناخوشایند، در این دنیا اونجا از بین خواهد رفت. عزیزان، عیسی آمد تا ما را از مسیری که پایانش گمراهیه، لعنت، نجات بده. عیسی آمد که ما را از مسیر مکانی نفرین شده به مکانی مقدس و با شکوه منتقل کنه. عزیزان، مکان سومی وجود نداره. تا چند دقیقه، فقط چند دقیقه بعد از مرگ تو همه چیز به پایان میرسه و عیسی مسیح، تنها عیسی مسیح، آن شخصی که بنا به تصمیم تو، انتخاب تو روی زمین، تو راهیه مکانی مقدس و شکوهمند مثل آسمان، یا با دردی که در قلبشه طرف جهنم خواهد فرستاد. ولی خدای محبت عزیزان، برای اینکه همه انسان‌هایی که در جهان هستن به آسمان زیبای خدا منتقل شن، متحمل صلیب شد، عشقی رو به جهان عرضه کرد، عشقی رو به جهان داد که بالاتر از مرگ، نیستی، گناه بود، سندی بزرگتر از محبت عیسی مسیح خداوند روی صلیب وجود نداره. خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 15 آیه 13 میگه محبتی از این بزرگتر وجود نداره که کسی جان خود رو در راه دوستانش بده. ولی خبر خوش برای جهانیان اینه، طیف این محبت انقدر وسیعه که از دوستان به دشمنان خدا رسیده و این محبت اونا رو هم در بر میگیره. بر اساس قانون خدا، عزیزان، گناه مرگ ابدی به همراه میاره. عزیزانی که دارین از رسانه های مختلف میشنوین و عیسی مسیح خداوند رو در قلبتون نپذیرفتین و خیلی جدی نگرفتین و هر دفعه بی تفاوت از این دعوت شاهانه و ملوکانه او میگذرین، اینو دارم به درد میگم. کلام خدا میگه زیرا مزد گناه موته، مرگ ابدیه. اما خبر خوش اینه که عطیه خدا، هدیه خدا در عیسی مسیح خداوند حیات جاویده. از این خیلی عادلانه است، خیلی عادلانه است، حتی از دید ما انسان ها تخلف از قانون خدا مجازات ابدی به همراه داره. در مفاهیم دنیاوی هم اینو میبینیم، دنیایی هم میبینیم، وقتی یه قانون تخلف میکنه، قوانین مختلف مجازات داره. درسته، مجازات مرگ داره، جریمه نقدی داره، یه جای اشتباه پارک کن جریمه میشی، درسته، اگه چراغ قرمز عبور کن جریمه میشی، محل تصادف و فرار کن ازش جریمه میشی، یکی رو بکشی در بعضی کشورها مرگه، قصاص. عزیزان، این خیلی منصفانه و عادلانه است. ولی فرقی که میکنه پرداخت جریمه تخلف تو که گناهه، هرگز نمیتونی خودت بپردازی. عزیزم، در اون جرایم دنیایی یکی میتونه بیاد متمول باشه، جریمه تو رو بپردازه، یکی که عاشق توه میتونه به جای تو زندانی بشه، ولی در این تخلف و گناهی به ضد خدا تو هرگز قادر نیستی و هیچ کس قادر نیست جریمه تو رو بپردازه. تنها یک نفر بود عزیزان، تنها یک نفر صلاحیت داره، یک نفر که انسان بود، یک نفر که خدا بود. فقط او قادره که ما را از مرگ به حیات، از تاریکی به نور، از جهنم و هلاکت به سوی حیات بیاره. زیرا همه گناه کردن، در رومیان باب 3 آیه 23، همه گناه کردن و جلال خدا قاصر شدن، اما ما
تک تک انسان ها به فیض عیسی مسیح به واسطه اون رهایی که روی صلیب برای ما مهیا شد مفت و مجانی از آن مفت و مجانی عادل شمرده شدیم. هر که پسر را دارد حیات رو دارد و هر که پسر را ندارد از حیات و آسمان خدا محرومش لوزاست. هیچ راه دیگه ای وجود نداره عزیزان. میخوای یه نفس عمیق بکشیم یکم از جهنم بریم بیرون؟ فکر کنم یکمی اینجوری شدیم نیست؟ موافقین یکم بریم تو آسمون یکم هوای خنک بخوریم و این چیزایی که راجع به جهنم گفتم آمین که بهتر براتون قابل درک باشه. بازم با مثال سعی میکنم عزیزان. مراسم اهدای سالانه جوایز اسکار رو میبینین هر سال؟ کسی میشناسه؟ میبینین؟ من خیلی علاقه مندم ولی چون دیر وقت میده گاهن خوابم میبره و پاستور لطف میکنه برای من ضبط میکنه. عزیزان گزارش دادن 3 ماه قبل حتی 3 ماه قبل گوش کنین، تمام شرکت کننده ها باید از 3 ماه قبل آماده باشن. وقتای سالن زیبایی میگیرن، گوشتون با منه، رسیدگی به موها از 3 ماه قبل، بعد 1 ماه قبل و 10 روز قبل، زیبایی پوست، ماساژ های مختلف تا اون روز فرا میرسه. اون روز خاص شرکت کنندگان یه ورزش میکنن، یه غذای سبک میخورن، آرایش های نهایی رو انجام میدن. عزیزان سر ساعت 4 همه باید تو سالن حاضر بشن. رأس ساعت 4 سر ساعت تاس ها به چرخش در میاد، اسکار فرا میرسه. عزیزان شرکت در یک جشن چند ساعته اینقدر طولانی، پرتنش، پرزحمت و جالبه. تمامی تمرکز ها فقط روی زیباتر شدنه. اما خبر خوشین عزیزان، برای آسمان، برای رفتن به آسمان هیچ کدوم از اینا ضروری نیست. ما شکوهمند خواهیم بود، ما زیبا خواهیم بود، ما پر جلال خواهیم بود. عیسی مسیح خداوند در یوحنا، انجیل یوحنا باب 17:22 در اون دعای عالی و زیبا و سخاوتمندش با خدا میگه ای خداوند جلالی که به من بخشیدی به عزیزانم دادم، به نجات یافتگان دادم. داد یعنی ما وقتی نجات پیدا میکنیم وارد این جلال، این شکوه و زیبایی میشیم تا در نهایت به کمال خواهیم رسید اونجا. عزیزان نیاز به تلاش برای زیباتر شدن و حتی آمادگی نیست حتی برای نجات. در هر وضعیتی که هستی در این لحظه میتونی قلبتو به سوی خدا باز کنی، این نیکویی خدا رو بچشی که فوق از فکر و تصور توست. نه فقط بهره ای از آسمان و منزلگاه ابدی زیبایی تو روی زمین داشته باشی، بلکه اون منزلگاه و وطن سماوی رو از آن خودت بکنی. و همینطور هر کس که با عیسی مسیح زندگی ساد به وسیله نجات در او جاری میشه، عزیزان جاری میشه، از همون موقع با عیسی ها یک ابدیت بی پایان خواهد بود. خود عیسی مسیح میگه در انجیل یوحنا باب 17:24 ای پدر میخوام کسانی که به من بخشی در جای باشن که من هستم. عیسی این دعای بزرگ منشانه، این دعای ملوکانه. عیسی یه لحظه بهش فکر میکنه ما یک ابدیت با خود عیسی خواهیم بود. اگه امروز ایمان داشته باشی به آسمان، یک روزی در روی آسمان، ثمره ایمان تو خودت رویت خواهی کرد و مثل ملکه سبا که وقتی که روزی که رفت به سرای شاهانه سلیمان
چنان شگفت زده شده بود که برگشت گفت آوازه تو رو ای شاه شاهان در ولایت خودم شنیده بودم، حکمت تو رو، جلال و جبروت تو رو، تمام اینا رو وقتی در ولایت خودم بودم شنیده بودم، ولی الان چشمای من داره چیزایی رو میبینه که قابل مقایسه با اون چیزهایی که من شنیدم نبود. اصلا در لحظه که ما وارد آسمان میشیم با دیدن نفایس آسمان، حال ما مثل ملکه سبا خواهد شد. آنچه که شنیدم، آنچه که یه روزی خواهر نسرین گفت و واعظین دیگه، با آنچه که دارم ببینم قابل مقایسه نیست. شنیدن کی بود مانند دیدن. و همینطور عزیزا، خیلی از ایماندارا، حتی ایماندارای 30 ساله، چقدر سوال تو ذهنشونه. همین الان چقدر من سوال دارم، ولی در نهایت وقتی عیسی مسیح رو به رو میبینی، اصلا من فکر میکنم جواب تمام سوالات یادت میره. خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 16 میگه در آن روز دیگر از من سوالی نخواهید داشت، جانش راحت خواهد شد، دیگه هیچ سوالی از من نخواهید داشت. با چه لذتی داره اینو میگه عزیزان. دوباره یوحنا در رساله خودش میگه ای حبیبان، ای عزیزان، الان فرزندان خدا هستیم. میدونیم فرزندان خداییم نیست، ولی هنوز آشکار نشده آنچه که خواهیم شد. الان حتی با این حرفایی که من میزنم محو داریم میبینیم، اما میدانیم عزیزان، میدانیم. با چی میدانیم؟ با ایمان میدانیم. روزی که او ظاهر خواهد شد، با او، در او، عزیزان، چنان که او هست خواهیم شد. در آسمان روح ما دیگه محزون نخواهد بود، درد نخواهیم کشید از خیانت ها و حق بازی های ناآگاهانه که در روی این زمین گاهن تجربه می کنیم عزیزان، از زحمت های بی نتیجه ای که بارها و بارها متحمل میشیم، فقط انگار باد به وجود میاریم. و چقدر روح ما محزون میشه، هرگز اونجا محزون نخواهد شد. ما از فرزندانی که فرزندان روحانی یا جسمانی میتونه باشه به جهت استراب میزاییم یا زاییدیم یا خواهیم زایید عزیزان. هرگز در اون منزلگاه، در اون وطن سماوی مضطرب و محزون نخواهیم شد، زیرا خداوند هر اشکی را از چشمای ما پاک میکنه، هر ماتم و ناله و افسوس و حسرت رنگ میبازه. دردهای ماتم ما به پایان خواهد رسید عزیزان. قسمتهای از این تصویرهایی که الان براتون تعریف کردم تجربه شخصی خودم بوده و تمام توان روحانی اندکی که داشتم عزیزان. خدا اجازه داد در چند مرحله این حقایق الهی آسمان رو تجربه کنم. سالهاست دلم میخواست یه پیامی در مورد آسمان داشته باشم، فقط انگار الان زمانش بود. در سال 1996 در حین عمل جراحی به خاطر داروی بیهوشی به یک مرگ موقت دچار شدم. اولین تجربه‌ای که داشتم وقتی بود که از دروازه مرگ عبور میکردم، وقتی بود که از تونل مرگ عبور میکردم. نجوای تسلی دهنده، تنین زیبایی در گوشهای نه روح من بلکه جسم من میشنیدم به واضح. این نجوا این بود: در وادی سایه موت نیز من با تو هستم، در وادی سایه موت نیز من با تو هستم. انقدر این کلمات تسلی دهنده و آرام بخش ادامه داشت تا جایی که احساس کردم رسیدم به آسمان. عزیزان، اولین حس پرشکوهی که داشتم، تمام اون خاطراتی که گاهی گزنده بود، اون آسیب هایی که از زمان بچگی خاطرات شفا نیافته توی ذهنم بود، احساس میکردم رنگ باخته،
تمام اونا رو خدا اجازه داد تمام تصویرها جلو چشم من عبور کنه. من در اون لحظه احساس میکردم انقدر بالغ شدم، انقدر به کمال رسیدم که خندم میگرفت. روزی برای این چیزها درد میکشیدم. فقط در یک جمله میتونم بگم تمام اون خاطرات مثل آب رفته به یادم میومد و هیچ دردی نبود. من ذره های از این تجربه ها رو میخوام بیان کنم. وقتی به حیات زمینی برگشتم متاسفانه فقط تا چند ماهی زندگی متفاوتی داشتم. دفعه بعد در رویای از شب آسمان رو دیدم، عزیزان، ساکنان آسمان و نوری که پنجره های بلورین اون به ساکنانی که اونجا اتراق کرده بودن برخورد میکرد، جاری بود. فقط میتونم بگم عزیزان از این نور یک پرستش خیلی عمیقی مثل یک نهری، من فقط یادمه که فقط کلمات هللویا بی اختیار مثل یک نهری جاری میشد و شادی، حیات، صلح، آرامش از این نور در وجود من و تمامی این ساکنین جاری بود. یک حیات، یک شادی وصف نشدنی و رو به فزاینده ازدیاد در تک تک ما جاری بود. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. همه چی از این نور می آمد. انگار وقتی که می‌خواستیم به اون مسیر کمال حرکت کنیم برای رسیدن به اون کمال به اون نور احتیاج، همه چی در اون نور خلاصه می‌شد. در رویای متفاوت فرشته خدا رو دیدم که چطور با احترام، عزیزان، با توجه، با محبت تک تک مقدسین رو خدمت میکردن، با بهتریناشون خدمت میکردن. من اونجا در یک محوطه کوچیک رنگهایی رو دیدم، میوههایی رو دیدم، درختهایی رو دیدم که فقط میتونم بگم چشمی ندیده و به ذهنی خطور نکرده. در زمانی دیگه ای در آسمان دیدم، عزیزان، این خیلی برام مهیج بود که چطور انسان‌ها فارغ و رها از تمامی این تشکیلات انسانی بدون مهنت و محبت در بهترین شکل همدیگر رو محبت می‌کردن. حسی که داشتم اصلا نمیتونم با کلمات انسانی بگم، انگار در اون محبت عیسی غرق شده بودیم، انگار محبت عیسی ما رو فرو گرفته بود، انگار قرار گرفته بودیم در این آرامی، در این محبت، و این محبت از درون قلب ما، از درون حتی نگاهی که به هم می کردیم جاری می شد. احتیاج به هیچ کلماتی نبود. این محبت به هم دیگه تراوش می شد. هیچ وقت این صحنه رو یادم نمی ره و خیلی دید منو نسبت به محبت عوض کرد. از اون عیسی مسیح خداونده که با مرگ نیرومند خودش ما رو محبت کرد، محبت میکنه و در آسمان محبت او به کمال میرسه. محبتی که از مرگ نیرومندتره، محبتی که بر هر شک و ترسی غلبه میکنه. او با سخت‌ترین آزمون محبت، عزیزان، روی صلیب بهای زندگی ابدی من و تو رو و رهایی من و تو رو از مرگ و گناه پرداخت. و امروز کسی که داری میبینید خونه هات نشستی، در نام عیسی مسیح خداوند سخنان انسان نباشه بلکه روح خدا در قلب تو رو بزنه در این لحظه، چون خداوند میگه پیش روی تو مرگ ابدی یا حیات ابدی رو گذاشتم. امروز برای خود انتخاب کن، امروز برای خود انتخاب کن. انتخاب امروز تو سرنوشت سازه برای خود تو و نسل تو. همین لحظه خداوند تو رو دعوت میکنه که انتخاب کنی. امروز روز نجاته. نیازی نیست یک لحظه خاص باشه، نیازی نیست در یک مکان خاص باشه، حتی نیاز نیست در حضور یک فرد خاص باشه. امروز بیا خودتو در حضور خدا ببین.
در حضور خدا به گناه های خودت اعتراف کن، به او ایمان بیار و در نام عیسی مسیح خداوند حیات جاوید بیاب و در جهانی باقی از نفایس آسمان بهره مند شو. آمین. چشمای خودمونو میبندیم عزیزان، میخوام در این دعا با من متحد بشیم برای کسانی که این پیامو شنیدن و میخوان قلب خودشونو به عیسی مسیح بدن. احتیاج به قوت روح القدس داریم، احتیاج به این دعای متحد داریم که نجات عیسی مسیح خداوند امروز هر بیننده و هر شنونده ای رو به ردای زیبای نجات ملبس کنه. عزیزان من دعایی میکنم هر کسی که این پیام با قلبش حرف زده و میخواد نجات عیسی مسیح رو از آن خود کنه، میخواد امروز حیات عیسی به وسیله توبه اعتراف و ایمان به مرگ و قیام او در او جاری بشه، با من این دعا رو بکنه. ای خداوند من عیسی مسیح، امروز با نام تو آشنا شدم، امروز فهمیدم که تو به راستی هستی، برای همین میخوام در نام قدوس تو، فقط در نام تو عیسی مسیح، زیرا در کلام تو میگه زیر این آسمان هیچ نامی به هیچ کسی داده نشده که به وسیله اون نجات یابه، امروز در نام مقدس تو میخوام این نجات ابدی رو از آن خود کنم، این حیات ابدی رو از آن خود کنم، میخوام این منزلگاه ابدی رو با ایمانم امروز ببینم. امروز فهمیدم که آسمان و جهنم وجود داره و امروز در نام عیسی مسیح میخوام آسمان و حیات ابدی رو از آن خودم کنم. ای خداوند در نام عیسی مسیح، من را از طریق نام مقدست و کار عظیم در جلجتا وارد آسمان کن، وارد حیات ابدی کن. ایمان دارم تو جریمه گناه های منو، شکستای منو پرداختی. به تو ایمان دارم، به مرگ تو، به قیام تو، به اینکه تو زنده هستی، به این که تو امروز قادری فوق از درک و دعا و فهم من، من رو پر کنی حیات آسمان. به گناه های خود اعتراف میکنم. ای خداوند کمکم کن، آنچه که بدیه از قلب و ذهن من دور شه و حیات مقدس و زیبایی تو در من جاری شه و همینطور به من قلبی مطیع عطا کن و درهای فهم کلام تو به روی من باز کن. در همین لحظه تو رو به عنوان نجات دهنده خودم و خداوند زندگی میپذیرم و سکان زندگیمو به دستای تو میدم، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم. با ایمان میتونی بگی آمین. و اگه امروز با این دعا با ایمان نجات رو از آن خودت کردی، خود خداوند از آن به وسیله خونش نجات تو رو تضمین کرده، ضمانت میده و گواهی میده که در نام عظیم پسرش حیات جاوید داری. کلیسای خداوند با شادی و افتخار بگه آمین.